دوستان عزیز، با عرض ادب به تمام فارسی زبانان از سراسر عالم و کسانی که حتی یک فارسی زبان داره براشون ترجمه میکنه، چون شنیدم برام گفتن. برنامه امروز رو شروع میکنیم. قدی سرماخوردگی هست، میبخشید صدا رو. ادامه میدیم از لوح دنیا. اینجا میفرمایند که کلمه الهی به مساوی نهال است، مقر و مستقرش افعده عباد، باید آن را به کوثر حکمت و بیان تربیت نمایی تا اصلش ثابت گردد و فرعش از افلاک بگذرد. ای اهل عالم، فضل این ظهور اعظم آن که آنچه سبب اختلاف و فساد و نفاق است از کتاب محو نمودیم و آنچه علت الفت و اتحاد و اتفاق است ثبت فرمودیم نعیمن للعاملین. مکرر وصیت نموده و می نماییم دوستان را از آنچه مکرر وصیت نموده و می نماییم دوستان را که از آنچه رائحه فساد استشمام می شود اجتناب نمایند، بل فرار اختیار کنند. عالم منقلب است و افکار عباد مختلف. نسأل الله ان یزینهم به نور عدله و یعرفهم ما ینفعهم فی کل الاحوال انه هو الغنی المتعال. اینجا به طور ساده میفرمایند که کلمه الهی رو با حکمت و بیان در قلوب مستقر کنید، نه با فحش و کتک و توسری و تهدید. و یه بهایی مثلا چون یکی از کارگراش و کارمنداش دوست نداره راجب ام بشنو، اینو مجبورش نمی کنه. یه معلم بهایی این کاری نمی کنه. دستور است با الله که با حکمت و بیان، نه تهدید نه اوقات تلخی. ولی این حکمت شامل خیلی چیزا میشه که خشونت جسمانی، فیزیکی و حرفایی که بعضیا میگفتن ما اجازه داریم شما ندارید نیست. و بعد میفهمان آنچه که سبب فساد و نفاق است محو نمودیم و همش راجب چیه؟ الفت و اتفاق و اتحاد. مکرر وصیت نمودیم آنچه که سبب فساد است فرار کن. این دلیل شجاعت نیست. علامت شجاعت رو در یه بیان میفهمان که رأس و شجاعت یا تبلیغ کلمت الله، ابلاغ کلمت الله. شجاعت اونی هست که انسان بیاناتی رو که از بالا فرمودن پنهان نکنه، بگه، نگه اینا لیاقتشو ندارن، نگه به هیچ بهانه ای. ولی این که رائحه فساد استشمام میشه اونجا واسه و این فساد رو تشویق کنه، میفهمان که اجتناب کنید بل فرار اختیار. بعد همون جمله عربی میفهمان که عربایی خیلی ساده است. مسئله داریم از خدا که به نور عدل و انصاف اینها رو مزین کنه و اونها رو و این افراد رو بشناسونه آنچه که بهشون نفع میرسونه در هر حال. این کلمه اولیا نطق نمودیم از قبل، به این کلمه اولیا نطق نمودیم. نفوسی که به این مظلوم منصوبن، یعنی ایشون بها هستن، و یا نسبتی که ما داریم میگیم بهایی، یا نسبت شیراز، شیرازی یا امثال هم. نفوسی که به این مظلوم منصوبن، یعنی میگن بهایی هستیم، باید در مواقع بخشش و عطا ابر بارنده باشن. وقتی که میخوان ببخشن قطره قطره مثل شبنم نباشه، از ته دل نگاه نکنن ببینن چی تو خونه از همه چیز کهنه تر و بدتر به درد نمیخوره اصلا، اونو ببخشن. نه،
فرمان مثل ابر بارنده باشه. ابر بارنده به طور مساوی همه جا رو پر میکنه از بهره‌ای که داره، از اون تراوتی که داره، و در اخذ نفس اماره شعله فروزنده. نفس اماره منظور نفس اماره به سوء، خودخواهی، همون شیطانی رو که صحبت شده بود توی یکی از برنامه ها از تبدیل فهمان پرسیدن از در قلب که شیطان منظور چی هست، فهمودن نفس مصر، persisting self به انگلیسی ترجمه شد، یعنی امکان وسوسه هست ولی اصرار نباید کرد. 10 ثانیه 5 ثانیه بنده از فلانی عصبانی هستم و میگم باید جوابشو بدم به نحوی، بعد از 10 ثانیه فکر میکنم نه، قرار شده جواب ندیم، قرار شده اینجوری جواب بدیم یا کارهای دیگه. پس در اخذ نفس اماره شعله فروزنده، شعله رو دیدیم دیگه، شعله فروزنده یک کاغذ بغلش رد میشه در طرفت العین میسوزه، از بین میره. تمام نفس اماره خودشون رو اینجوری از پا درارن و بسوزونن و کنترل کنن، از بین ببرن، که باز اون شعله کشولت نار لو احمد یه معنیش این هست که در مقابل دشمنان مثل اون کشولت شعله نار برای عقص نفس اماره است. اون شعله نار رو به خاطر وقتی در مقابل دشمنان هستیم هیچ احساس یا وسوسه خشونت، دشمنی، تلافی، انتقام نداشته باشید. سبحان الله، این ایام ظاهر شده آنچه که سبب حیرت است. از قراری که شنیده شد نفسی وارد مقر سلطنت ایران گشت و جمعی بزرگان را به اراده خود مسخر نمود. فی الحقیقه این مقام، مقام نوحه و ندبه است. آیا چه شده که مظاهر عزت کبرا ذلت عظما از برای خود پسندیدن؟ این اشاره به سید جمال الدین افغانی که رفته بوده در دربار ناصرالدین شاه و حالا راجبه صحبت میشه یه چند دقیقه ببخشید. فرمایند استقامت چه شد؟ عزت نفس کجا رفت؟ لازال آفتاب بزرگی و دانایی از افق سماع ایران طالع و مشرق، حال به مقامی تنزل نموده که بعضی از رجال خود را ملعب جاهلین نمودند. شخص مذکور درباره این حزب، یعنی بهایی ها، در جراید همون جریده اروت الوسطا بعد میفهمم در جراید مصر و دارد و معارف بیروت ذکر نمود آنچرا که سبب تحیر صاحبان آگاهی و دانش گشت. فرق داره. در جراید مصر و دایره المعارف بیروت ذکر نموده آنچرا که سبب تحیر صاحبان آگاهی و دانش گشته، یعنی بی اساس، و بعد به پاریس توجه نمود و جریده‌ای به اسم اروت الوسقا تاب کرد و به اطراف عالم فرستاد و به سجن عکا هم، محل اقامت حضرت بهاءالله و یاران و اصحاب در اون زمان، ارسال داشت و به این سبب اظهار محبت نمود و مقصودش تدارک مافاد بوده. باری این مظلوم درباره او سمک اختیار کرد، از حق می طلبم او را حفظ نماید و به نور عدل و انصاف منور دارد. بعد یه مناجات می فهمند که این حقشه که این مناجات رو به درگاه الهی بکنه و طلب بخشش کنه از کارهایی که می کرده. اینجا اگه اجازه بدید یه مطلبی هست، البته خیلی چیزه، خیلی مختصره، که در مورد این آقا گفته شده در ویکی‌پدیا. میگه که نیک کدی در داعش‌نامه ایرانیکا می نویسد که سید جمال در زمانی که به افغانستان می رود خود را سید رومی یا استانبولی و اهل استانبول معرفی میکرده است. جمال الدین مأمور دولت انگلیس، فراماسون، در خدمت منافع انگلیس معرفی شده است. معرفی کرده است.
نیکی که دید در دانشنامه اینا که مثلا که سید جمالالدین در زمانی که به افغانستان می رود خود را سید رومی یا استانبولی و اهل استانبول معرفی میکرده است. جمالالدین در کابل با احترام توسط امیر کابل پذیرفته می شود و به سمت مشاور امیر بر به سمت مشاور امیر برگزیده می شود. به گفته نیکی کدی این احتمالاً به سبب نامه محرمانه ای بوده که او به امیر نشان داده است. این مسئله سبب شده بود که نمایندگان بریتانیا در افغانستان او را مأمور دولت روسیه بپندارند. یعنی بالاخره رد گم کنند. او در آنجا سعی کرد که امیر را به اتحاد با روسیه مخالفت با بریتانیایی ها وادارد. گزارش های دولت استعماری هند و مجموعه منابع چنین می نماید که سید در افغانستان به مانند غریبه ای بوده و فارسی را با لهجه ایرانی صحبت می کرده. به گفته اسانته استاد آفریقا شناسی دانشگاه تمپل در سال 1858 یک جاسوس بریتانیایی در گزارش جمال را مشکوک به بودن مأمور روسیه گزارش میکنند. این مأمور بریتانیا نوشته که جمالالدین به شیوه ترکان نوغایی در آسیای میانه لباس میپوشیده. گزارش های دولت افغانستان مینویسه که سید جمال بیشتر شیوه زندگی یک غربی را داشت تا یک شرقی. او شخص لیبرال بوده و مقید به اجرای فرایض دینی نبوده. مثلا فرایض ماه رمضان را به جان نمی آورده است. به گفته آسانتره سید جمال در قاهره از نوشیدن کنیاک لذت می برده. او یک بار در سال 1879 از لوژ ماسونی در قاهره بیرون انداخته شد زیرا در ملأ عام وجود خدا را انکار کرده بود. در نقطه مقابل منابع دیگر سید جمالالدین اسوالی را فراماسون حامی غیر مستقیم منافع انگلستان دانسته. روبرت دریفوس در کتاب بازی شیطانی در مورد سید جمالالدین اسدآبادی می نویسد مردی که در 1885 متشکل ساختن جنبشی پان اسلامیستی با هدایت بریتانیا را پیشنهاد داد. یعنی همیشه از اون اول این حضرات دیدن که آخوند و ملای مسلمان و شیعه مخصوصا بهترین فرد هست برای ارضای استعمار و استثمار، مخصوصا الان که دیگه نمیشه کسانی مثل پینوشه و عرض شود که ایدی امین و این دیکتاتورها رو نوریگار سرکار گذاشت، ولی با دین به احترام بذارید به دین افراد. این بهترین افراد هستند و پن اسلامیست بهترین نوعش بوده و بدتر از همه اون که اومدن بهائی‌ها رو سر زبون انداختن که اینها جاسوس هست. به حال اینو تمام کنیم، چند خط مونده. سید جمالالدین از سوی بریتانیا حمایت شد، دست کم یک جا در اسناد رسمی و پرونده های محرمانه سرویس جاسوسی دولت هند پیشنهاد سید جمالالدین اسدآبادی در 1882 در هند مبتنی بر این که به عنوان جاسوس بریتانیا در هند به خدمت درآید آمده است. همچنین اسماعیل راین در کتاب مشهور فراموشخانه و فراماسونری در ایران می‌نویسد سید جمالالدین اسدآبادی معروف به افغانی یکی از فراماسون های اولی ایران است که در 9 لوژ ماسونی عضویت داشت. او در لوژ فراموشخانه مالکم رئیس لوژ ویزیتور بوده. حالا اینجور خودش از خودش انتقاد میکنه قبل از مردن، چون در سنش نزدیک به 59 سالگی میره از دنیا. میگه که افسوس میخورم از اینکه کشته های خود را نداره ویدم. ای کاش من تمام افکار خود را در مزرعه مستعد افکار ملت کاشته بودم. چه خوش بود تخمهای بارور و مفید خود را در زمین شورزار سلطنت فاسد نمی نمودم. آنچه در آن مزرعه، یعنی مزرعه مردم کاشتم به ثمر رسید. هرچه در این کویر سلاطین و نخبگان حکومتی پرانسیز نمیشته قصد بودم فاسد گردید. و این حکایت دقیقا دیانت بهایی و این حضرات بریتانیا یا هر که دیدیم از زمان ادوارد براون، حکایت یوسف و زلیخا است. وقتی یوسف قبول نکرد به هوس‌های زلیخا تن در بده، زلیخا رفت و شکایت کرد و گفت که یوسف می‌خواستی به من تجاوز کنی. از زمانی که حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء، حضرت شوقی افندی هیچ کدام به نحوی نشون ندادن که برتری یا منافع یک مردم گروهی رو، حتی هست بالا در لوح ملکه فرمودن که پارلمان انگلیس باید نماینده بشریت باشد و نه فقط مردم انگلیس و همه بشر رو منافعش در نظر بگیره، نه بشر فدای
یک قسمت از دنیا بشه و مفصله. شما هر مشکلی در جامعه به وجود اومده در جامعه بهائی یک به یک نحوی این تحریکات وجود داشته و وقتی که تقریبا مشخص شد که در دیانت بهائی هیچ فرماندهی و رهبر انفرادی وجود نداره و نمیشه از دیانت بهائی سوء استفاده کرد، محافل محلی ملی و بیت الله لازم 9 نفر تشکیلات انتخابات 5 ساله سری عمومی آزاد تمام این دسیسه ها رو به نوع دیگه ادامه میدن و هنوز هم یکی از دلایلی که با اسرائیل این همه دردسر درست میکنند و میخوان و اینو یه مثل یک هیولا نشون میدن یه علت این است که مراکز تشکیلاتی بهائی اونجاست و فکر میکنن با دست یافتن و از بین بردن از ادامه و قوتگیری جامعه بهائی جلوگیری خواهند کرد که عکسش ثابت شده و خواهد شد. به حال اینجا است بالا میفهمن که درباره ایشون هم سکوت کردن، همینجور که وقتی ادوارد براون اومد قبل از اینکه حرف بزنه فرمودن اگر تمام دنیا متحد بشه و اگر مخارجی که صرف جنگ و جدال و از بین بردن خرابی بشه بشر در آسایش و راحت از اون منابع استفاده کنه آیا این عیبی داره؟ و فرمودن انشاءالله چنین خواهد شد و به ادوارد براون فرمودن فی امان الله، یعنی به سلامت نشین. و خود ادوارد براون میگه که به من اجازه صحبت ندادن همین قضیه. بعد عکس گرفتن با اون پرچم انگلستان، لقب سر و بقیه قضایا که به نحوی ایجاد سوء تفاهم کنند. دست ولی امرالله میفهمن راجع به مسئله آنگلوفیل و روسوفیل ها رو به جون هم انداختن و بقیه قضایا. و حتی وقتی که حضرت ولی امرالله صعود فرمودن و دیگه ولی امری نبود، شخصی به اسم میسن ریمی که یکی از ایادیان امرالله بود و امضا کرد که وصیت نامه ای نبوده و بعد از 2 سال پیدا شد آقا و همین رئیس شروع بهای ارتودکس که بعضی از این حجتی ها و مخالفین دیانت بهایی سنگشون رو به سینه میزنن چون آخرین امید این حضرات هست برای ایجاد تفرقه در جامعه بهایی و از اونجا شروع شد این بهای ارتودکس. همین آقای میسن ریمی که ایادی امرالله و بهایی بود و قبول داشت که وصیت نامه است ولی امرالله نذاشتن، بنابراین بیت الله اعظم به حضرت بهاولا در کتاب اقدس اشاره می فرمایه آیه 42 که بهای اندامنت یعنی موقوفات بهایی اول مظهر امره و بعد جانشین مرکز میثاقه و بعد ولایت هم و بعد می فهمن اهل بهایی، یعنی امکان این که یه زمانی باشه که ولی امری نیست ولی بیت العدل هست پیش بینی شده در کتاب اقدس آیه 42 و این شلوغ بازی های بوق و کرناهایی که بهای ارتودکس می زنه که با بدون ولی امر بیت العدل نمیتونه، که خب از اون حرفایی هست که عین اون حرفی که خود آقای میسن ریمی زد، چون ولی امر باید مطالب رو که به عربی و فارسی نوشته شده بخونه و تبیین کنه و این آقای میسن ریمی آمریکایی بود و نه فارسی بلد بود و نه عربی. در حال توی سنگی در تاریکی میندازن حضرات اگر گرفت که خب، ولیکن حضرت عبدالله میفهمن که این امر بازیچه نیست، مثل ادیان سابق نیست که بشه به شعب و شعبه ها و مذاهب دیگه تقسیم بشه، چرا که هدفش وحدت عالم انسانیه، هرچه بگندن نمکش میزنن. هدف دیانت بهائی وحدت عالم انسانی، امکان نداره بشه درش اشتقاق و دوگانگی ایجاد کرد. تا حدی که میفرمایند حالا این حضرات فکر میکنن با اسرائیل رفتن رو گرفت، میفهمن اگر دو تا بیت العدل درست شد، یعنی به لطائف الهیل حضرات اومدن با زور و پول و هر برنامه ای، میفهمن اگر دو تا بیت العدل درست شد هر دوشون غلطن، هر دوشون درست نیستن، از صف باید شده. این است که این امر امکان نداره شقه شقه بشه. در ادامه میدیم لوح دنیا رو، میفهمان یا حزب الله الیوم باید انظار کل به افق کلمه مبارکه یفعل ما یشا وحده متوجه باشد، چه اگر احدی به این مقام فائز گردد او به نور توحید حقیقی فائز و منور و من دون آن در کتاب الهی از اصحاب زنون و اوها مذکور و مرغوب.
بشنوید ندای مظلوم را و مراتب را حفظ نمایید. این فقره بر کل لازم و واجب است. مظلوم در جمیع ایام من غیر ستر و حجاب امام وجوه اهل، امام یعنی جلو، امام وجوه اهل عالم نطق فرمود. آنچرا که مفتاح است از برای ابواب علوم و فنون و دانش و آسایش و ثروت و غنا. یعنی زمان که امام وجوه اهل عالم نطق فرمود، آنچرا که مفتاح است از برای ابواب علوم و فنون و دانش و آسایش و ثروت و غنا. مثلا جنگ و جدال و تفوق جویی نیست، هرچه هست علوم و فنون و دانش و آسایش و ثروت و غنا. ظلم ظالمین قلم اعلا را از سریر باز نداشت. اینکه قضا به ما نرسه، آب نرسه، تو شکنجه باشیم، تو زندان باشیم، باعث نشد که ما ننویسیم. و شبهات مریبین و مفسدین او را از اظهار کلمه اولیا معنا نبود. شک و تردید کنن، هم مسخره کنن آیات و الواح رو، ما ادامه دادیم و نوشتیم آنچه که سبب این فهمان همون اهدافی که ذکر فرمودن بالا. از حق در جمیع احوال سائل و عاملم که اهل بها را از زنون و اوهام حزب قبل حفظ فرماید و مقدس دارد. اون خرافات و اون تخیلات، خیالات از این که نشه گرفته، از خودخواهی ها، از خودمحوری ها، از هزار و یک بیماری روانی فهمان که تقاضا میکنیم از حق، سائل و عاملم از حق که اهل بها از زنون و اوهام حزب قبل، حالا همه احزاب، حفظ فرماید و مقدس دارد. یا حزب الله علمای راشدین، راشدین راشد رشد از رشد میاد، یعنی به بلوغ رسیدن. علمای راشدین که به هدایت عباد مشغولند و از وساوس نفس امار مسون و محفوظ، ایشان از انجام سماع عرفان نزد مقصود عالمیان محصول. این علمای راشدین از نفس اماره مسئول و محفوظ هست. اون بیانی رو که جناب مطلبی خون که از والا فهمونه آمده هم که جهانی بسازم که اگر یکی از ربات حجال به عبدالجمال بی ستر و حجاب از مشتق ابداع به مغرب اختراع حرکت نماید، نظر شهوت و خیانت چه به خودش، چه به بدن، چه به زیباییش، چه به جواهراتش نیفته، نفهمودن نه هر کی بدجور لباس پوشید بهش تجاوز میشه، نفهمودن اگه صدای زنی رو شنیدید شهوتی بشید. یا میفهمون علمای راشدین اونا هستن که کنترل میکنن خودشون و بودن آمدن جهانی بزنن که همه مرداش و این کارو کردن. الان هر جای دنیا نگاه کنید به جز کشورهای عجیب غریب اسلامی که اینو بهشون یاد ندادن و تقصیر رو به گردن زن میندازن و مسئله کنترل نفس از بچگی باید یاد داده بشه، یاد نگرفتن و حدی هم نداره. یعنی خانما خودشون هم پوشوندن باز میگن صدای کفششون. یا آقای مجتهدی نوشته بود اولین باری که دیدم دبیرستانه دخترانه اگه اشتباه نکنم البرز، میگه حال به حال شدم، حالی به حالی شدم مدرسه دخترانه. و این حضراتی که حتی با محارم خودشون مشکلات دارن، عمه و اینا که داستاناشو میدونید، این حضراتی که با حتی گاو و گوسفند مشکل، گاو و گوسفند چجوری ما بپوشونیمشون با حجاب و این حرفا. پس به جایی که شخص خودش رو تعویض کنه، خودش رو ترقی بده، جزء رشد کنه، رشد روحانی و کنترل کنه خشم و شهوتش رو. خشم و شهوت دو طرف یک سکه هست. کسی بگه آقای فلانی من ندیدم حتی صداشو بلند کنه، ولی این آقا مثلا 50 تا دوست دختر داره و به خانمش بی‌وفایی می‌کنه. خب این همون خشمه به صورت شهوت، اون طرف سکه. یا یه آقای نه، شهوت رو کنترل کرده ولی چون از ته دل نیست همیشه عصبانی، به آسونی تحریک میشه و همیشه عصبانی و همه بقیه باید برن توی سعدی میگه حتی در این مسئله کنتر، سعدی میگه پسر بچه 14 ساله رو نذارید از خونه بیاد بیرون. سعدی که ما بهش افتخار میکنیم از بعضی نظرها. حالا این مسئله رو میفهمن که
علمای راشدین که به هدایت عباد مشغولند و از وسوسه های نفس امار معصوم و محفوظ ایشان از انجام سماع عرفان ستاره های آسمان عرفان نزد مقصود عالمیان محصول احترام ایشان لازم ایشانن عیون جاری چشمه های جاری هستند که همه اینا حکایت از سیرابی جامعه میده که تشنه علوم هستن و انجام مزیه و اسمار صدره مبارکه مزیه یعنی روشن ضیاء از ضیاء و آثار قدرت الهیه و بهور حکمت صمدانیه تو با لمن تمسک بهم انه من الفائزین فی کتاب الله رب العرش العظیم البهاء من لد الله رب العرش رسول علیهم یا اهل البهاء و اصحاب السفینه الهمراء و الذین سمعوا ندائكم الاحلاف عملو به ما عمرو بهی فی ها زلاله عزیز البنی ما خوشا به حال کسانی که به این مطالبی که این لو این آخر لو بود عمل کنن و همینجور تکبیر میفرستن میرسونن به اهل بها و اصحاب سفینه همراه که در جایی بعضی جاها اینا از اشاره به همون بهایان هست و کسانی که ندای حق شنیدن و عمل میکنن به آنچه که معمولن خب لوح رو تونستیم همون چهار هفته که قرار بود ولی ظاهرن بنده باز دو هفته دیگه در خدمتتون هستم اینجا یه مطلبی مطالب مختلفی هست یه مسئله ایرانی دادیم میگم که زمستون میره ولی لوسیاهی به زغال میمونه درسته این اوضاع و احوال عوض میشه و اکثر افرادی که دیانت بهایی رو میشناسن البته نمیخوان بهایی باشن همون بعد دلائل ترس یا هرچی هست این حضرات میبینن که دیانت بهایی راجع به آینده ایران خیلی در دیانت بهایی گفته شده و تموم میخوان که به قول معروف چی میگفتیم ما به فارسی راه رو کوتاه میکنن و همش راجع به آینده ایران که چنین و چنان خواهد بود صحبت میکنن مثل معما چو حل گشت آسان شود ولی حقیقت امر این هست که قبل از اینکه این اتفاقات بیفته این حقایق روشن و واضح بشه یک سری اتفاقات دیگه یک سری حقایق دیگه‌ای وجود داره و اون اینه که افرادی که سبب آزار و اذیت میشن و مانع از این میشن که دیانت بهایی شناخته بشه الغاء شبهه میکنن با مخارج با پول با انرژی با دروغ با ردیه ها همیشه مشغول تخدیش اذهان عمومی هستند و از این حرف ها اینا حقیقتا تاریخ به یک دید خوبی به اینا نگاه نخواهد کرد و در حال حاضر هم ما باید متوجه باشیم که حقیقتا این افراد یعنی حتی قرآن میگه که ان الناس اکثرهم لا یفقهون و یا لا یعلمون لا یعرفون اکثریت همیشه حق با اکثریت نیست و اگر جامعه‌ای داشته باشیم که همه رو با ضرب چوب و چماق و خفقان مجبور به سکوت کرده باشن هرچی رو این اکثریت انتخاب میکنه بهترین نیست و از روی فشار هست و از روی ترس هست یه لوحی از حضرت عبدالبها است چندین البته اینجا میفهمند عالم بشر جولانگاه وحشیان درنده گردیده و میدان جاهلان نادان نفوس یا گرگ خونخوارند وقتی خیلی باهوشند مثل گرد یا حیوان بی ادراک یا سم قاتلند
یا گیاه آتل و باطل، مگر اندکی از نفوس که فی الحقیقه فی جمله مقاصد خیریه دارند و در فکر راحت و آسایش عالم انسانی هستند. حتی اگر این سه قسمت، سم قاتل، گیاه آتل و باطل، دوتا حد اکستریم، یعنی اقراق‌آمیز مبالغه شده، یا گرگ خونخوار یا حیوان بی‌ادراک، حد وسطشو میفهمان، مگر اندکی از نفوس که فی الحقیقه فی جمله مقاصد خیریه دارن و در فکر راحت و آسایش عالم انسانی هستن. دائما این عالم انسانی محدود به نژاد، کشور، مملکت، افراد، زبان، هر محدودیتی بشه یا میشیم جزء اون حیوان بیدراک یا جزء اون گروه خونخوار، گرگ خونخوار، چرا که گرگ خونخوار با دروغای خودش، با کیلهای خودش، برای منافع خودش داره حرفایی رو میتراشه و اون حیوان بی ادراک هم قبول میکنه دیگه. ولی مقاصدی که در راه راحت و آسایش عالم انسانی هستند، اون مقاصد انسان ها هست. این از کتاب منتخبات البته در کتاب هرچه کند او کند جناب هایی اینا رو انتخاب کرد. و جای دیگه میفرماید ملاحظه میشود بعضی بشر به صفت بقر هستند، حیوان محضند، ابدا از حیوان امتیازی ندارند. حتی در مورد بهائیان میفرماید بهائی را به صفت شناسند نه به اسم. اینطور نیست که کسی بگه من بهائی هستم. در جای حتی هست ولی امرالله میفرماید ممکن است که کسی حتی حاضر باشه جون خودش رو برای امر بهایی بده، ولی این دیانت در صفات و شخصیتش تأثیر نذاشته باشه، فایده نداره. چون معلوم میشه که اون جون دادنش از روی کله شقیه، مثل افرادی که هر حزبی دیگه. اگه واقعا از روی عشق به حق و حقیقت و عدالت و عشق به عالم انسانیه، باید اول رو خودش تأثیر بذاره. احکام و تعالیم و مواعظ و نصایح هست با الله. پس کافی نیست که من حاضر هستم به خاطر امر، هرچی معلوم نیست برای چی. خاطر همین در کتاب اقدس میفرماید اول کتب الله العباد، در اول کتاب اقدس میفرماید که عرفان مشرق وحی و مطلع امر، یعنی هست با الله و بعد عمل، و هیچ کدوم بدون اون یه چی قابل قبول نیست. باز می فرمایند جهانیان عموماً حیوان متحرکند و زیروح بیفتو، مگر جانی که به جانم رسد و جهانی که پرتو مهر تابان گیرد. آخرین بیانی که خوندیم است به حالا قبل از اون دعای مثلا اتمام لو، اولین قسمت تعمل دادن که با حکمت و بیان بشر رو تربیت کنید. همین بشری که ظاهراً ادیان ثابت و فشارهای رهبران مذهبی خودخواه اونا رو به حیوان تبدیل کرده، میفهمان با صبر و حوصله بیان و حکمت کلمات الهی رو در قلوبشون مستقر کنید و با بیان و حکمت آب بدید که رشد کنه و میوه بده. اینجا چون از کتاب اقدس صحبت شد و اون قسمتی که اولش که می‌فرمایند و چند نفر من دیدم اعتراض کردن بدون واقعا جز همون عید یا همون گرگ خونخوارن یا حیوان بی‌ادراک، که چرا هست با الله فرمودند اول این مقام هست با الله خودش احتیاج به شاید یک برنامه یک ساعت دو ساعتی داره، نه اینکه چیز پیچیده ای. چیز پیچیده ای است برای شیعیان. اینجا یه لوی است از هست عبدالله میفهمان درباره عنوان هوالله. هوالله در اول تقریبا اکثر الواح و مناجات ها چه از هست با الله، از عبدالبها و یا هست ولی امرالله وجود داره. لوح میرزا احمد در واشنگتن، قوله الاحلی هوالله، ای ثابت برپیمان، در خصوص عنوان هوالله در مکاتیب مرقوم نموده بودی. از این کلمه مراد این است
که کسی به غیب بحث راه ندارد، اون خدا، امکان وصول نیست، راه بسته است. کسی به غیب بحث راه ندارد. حالا اونجایی که از بالا فرمودن امروز روزی کسی تولد شده که نه تولد میشه و نه میمیره، ازش تولد میشه، باید بفهمیم چرا اینو فرمودن. در نماز متوسط سه بار در روز بهایانی که نماز میخونن و نماز کوچیک یا بزرگ چیز دیگه گفته میشه، و من قد زهر مکلم تو و مشرق ظهور، مکلم تو که با موسی صحبت کرد ظاهر شده. میفرمایند از این کلمه مراد این است که کسی به غیب وحی راه ندارد، از سبیل مسدود و طریق ممنوع، در عالم کل باید به من یسر الله توجه نماید. کست بالاست، هست اعلا یا نقطه اولا یا باب، سید علی محمد شیرازی بشارت دادن به ظهورشون، باید در این عالم کل به من یسر الله توجه نماید. اوس مطلع الوهیت و مظهر ربوبیت، مرجع کل و مسجود کل و معبود کل، و الا آنچه در تصور آید آن جوهر و جواهر و حقیقت الحقایق نیست. خدا رو میفهمون جوهر و جواهر و حقیقت الحقایق هست بها الله قائم مقام میشون. داستانی هست در انجیل باز راجع به ملکوت و ظهور ملکوت الله که میگه یک صاحب مزرعه، افراد این به قول معروف پیغمبراشو رو میگیم مسنجر، مثلا تو فیلم دیدی کسی که نامی میبره میاره، پیغام میبره میاره، میفرسته اونجایی که زمین و ملک داشته و میخواسته محصولات رو بگیره، محصول رو بگیر بیاد. میگیرند طبق داستان انجیل و این حضرات رو کتک مفصلی میزنند و برش میگردن، نمیدن. صاحب مزرعه پسر خودش رو میفرسته که اینا همه اشاره به ظهورات قبل هست، و پسر خودش یعنی عیسی مسیح، پسرش رو میکشن. یعنی پیغمبران ما کتک زدیم پسرش رو میفرسته بهش نشون میدیم میکشه. این داستان اصل مسیح قبل از این که به صلیب کشیده بشه میده. دفعه آخر صاحب مزرعه خودش میاد و میگیره حقشو، و این معنی در شش روز ساخته شد و روز هفتم به تخت نشست، یعنی حکومت الهی بر زمین، که یکی از عرفا میگه بود شش روز دور شش پیامبر، روزی که هر روزش هزار ساله، شش تا پیغمبرایی که قبلا اومدن این شش روزه، و روز هفتم ظهور هست به الله. پس از هر طرف این یوم الله، این ظهور کلی الهی اشاره شده و مقام هست به الله. حالا یه نفر یه آهنگ انگلیسی هست میگه What if God was one of us، اگه خدا یکی از خود ماها باشه، یعنی آیا خدا اجازه، آخرین بیانی که خوندیم یفعل ما یشا است، آیا خدا اجازه نداره هر کار دلش بخواد بکنه؟ حالا حضرت بهاءالله در یه بیانی میفرمایند یا الهی، وقتی من به رابطه خودم به خودم نگاه میکنم از خاک پسترم، من میرزا حسین علی نوری، وقتی به رابطه خودم با تو نگاه میکنم میخوام در تمام اشیا صدا بزنم خدایی نیست به جز من. و منطقش واضحه، اگر شخص اول مفرد من فانی بحث و کامل بشه، پس شخص دومی نباید باشه. کسی میگه تو که یعنی منی وجود داره. منصور حلاج اینو میگفت، فانی شده بود. و البته آقایون ملاها که میگن مثنوی مولوی کتب و عرفا رو با انبار میگیرن نجس میدونن، به خاطر همینه که عقلشون. و این مسئله فقط برای شیعیان سخته.
یه مسیحی خودش سالهاست که اینو گفته بودایا براشون آسونه، هندوها که حتی خدایانشون انقدر اینا بذل و بخشش دارن که به شکل مار و میمون و فیل هم باشه، و کریشنا که از نیلوفر بیرون میاد. و این هم راجع به این مقام که به خاطر مسئله که عرفان و عمل هر دو باید با هم باشه من اشاره کردم. بعد اینجا دیگه آخرش میفهمایند که آنچه در تصور آید آن جوهر و جواهر و حقیقت الحقایق نیست. این خدای نیست که شما مجسم میکنید، نه با هرچی که من مجسم کنم یعنی از من کوچیکتره. پس انسان احتیاج داره، خاطر همین هست به الله فرمودن به اون شخصی که در فکر خودش گفته بود که چرا بعضی جا هست، به الله فرمودن مرسل رسول و منزل کتبند. در میگرد میفهمان تو فکر خودش بوده فقط میفهمان. بله حاجی، یکی از مقامان کنست حق خدایی که ما بهش دسترسی نداریم اینجور خواسته، و از اولم این روز رو یوم الله روز خدا گفته، و اون معنی اون تفسیر شش روزی که دنیا رو ساخته، خلقت روحانی بشر بود شش روز، دور شش پیامبر، نبی احمد و عیسی مرسل و الاخر، بلکه مجرد تصور انسان است. آنجو هر الجواهر و حقیقت الحقایق نیست، بلکه مجرد تصور انسان است و محات است نه محیط. لحاظا نهایت به اوهام راجع. خاطر همین ولایت فقیه مخالفت با خودش و مخالفت با خدا، دستور خودش از قرآن بالاتر داره، چون به اوهام، چون کسی نیست دیگه، راهی نیست تو هر کسی خسته با الله. باز یادآوری زمان وقتی به رابطی خودم با خودم فکر میکنم از خاک پستم، رابطی من با تو میخوام بگم انی انا الله. چرا؟ چون منی دیگه نیست در مقابل تو، منی وجود نداره که تو بشی شخص دو مفرد و دوم شخص مفرد. متاسفانه اگر افرادی بت پرستی میکردن تمام عمر سختشونه. مطلب دیگه اینجا خواستم راجبش صحبت بشه انشاءالله که پیداش کنم به آسونی. بله این مطلب رو البته به لطف بازم اسم نگم، یکی از دوستان راجب تخت جمشید من دیدم بحثایی میشه و یه بیانی هست عبدالبها دارن، کتاب رحیق مختوم صفحه 1048 شروع میشه. هست عبدالبها بیانات میفهمه که این بیان اینجا کوتاه شده، تلخیص شده، خلاصه شده. میگم تلخیص، یادم باشه راجع به تلخیص تاریخ نبیل یه آقای خیلی ادعا میشه چرا ما تاریخ نبیل اصلی رو نداریم. میفهمم که 18 جولای 1915 فرمودن، یعنی هست عبدالبها، هیچ امارتی نیست که آخر الامر بالش بسته نشود. این تخت جمشید و این مفصلی خراب شد و منهدم گردید. دیگر این امارات که هیچ است، این که میگویند این امارت را جمشید ساخته است بی خود میگویند. از زمان جمشید خیلی وقت است آنها خراب شده. تخت جمشید بنای گشتاست و بنای اسفندیار و بنای داراب است. این بنیان را اینها گذاشتند. اما حقیقت خیلی تفصیل دارد. کم آثاری پیدا می شود به این ترتیب. این عمارت در دامنه کوه ساخته شده و چند طبقه است. در جلو آن سدی بنا کرده اند که 10 ذرع بلندی آن است. 2 پله دارد، یکی از یمین و یکی از یسار. این پلکان ها بخشید این بیانات شفاهی بود، یه نفر یادداشت کرده و ولی جاهاش نقطه نقطه است، یعنی توضیحات کم نوشتن جزئیات رو. در جلوی آن سدی بنا کرده هست که 10 ذرع بلندی آن است. 2 پله دارد، یکی از یمین و یکی از یسار. این پلکان ها 60 پاست، اما پله عجیبی است، 1 چارک عرض و 1 گره بلندی آنهاست.
چون بالای پله ها رسیدی میگردید رو به یمین 60 پا و رو به یسار 50 پا که جمعش 110 پا میشود. این 110 پا یعنی 33 متر اگه من اشتباه نکنم طول اون صفحه بالا که مثل سالن. پلکان های طرف یسار همچنین 60 پا رو به یسار 50 پا رو به یمین و این پله ها چنان ساخته شده انسان پایش خم نمی شود، اسب به کمال آسانی بالا و پایین می رود. شنیدیم که این چهارپایان سخت شده از پله پایین اومدن، ولی اینو می فهمان چنان ساخته شده انسان پایش خم نمی شود، اسب به کمال آسانی بالا و پایین می رود. چون به بالا رسیدی صفحه‌ای در آنجا دیده می شود که 470 زر طول آن است و 290 زر عرض آن است. صفحه بسیار بزرگی است. گشتاس بالای این صفحه دری ساخته، چهار پایه گذاشته است. روی چهار پایه چهار حیوان است. تن حیوان شکل گاو است، سر سر انسان. بال دارد، پر دارد. پشت این حیوان ها پایه را بلند کرده به قدر 9 زر. این دالانی است که از آن داخل صفحه که 40 ستون داشته می شود. این امارت را گشتاس مباشرت کرد، اسفندیار اکمال کرده است. به همین طور اینجا هم پله ها کوتاه، آن بالا که می رود امارت 40 ستون است. ستون ها بسیار بزرگ و بلند، اما یک پارچه نیست، سه پارچه است، ولی چنان به همدیگر التیام دادند که درز ندارد. و بعد از آن امارت 40 ستون میرسد به امارتی که دارا ساخته از اتاقهای مفصل دارد. مثلا دروازهش 3 سنگ است، 2 عمود بزرگ دارد، 1 پارچه سنگ، دیوارها از سنگ تراشیده شده که الی الان مثل آینه می درخشد. یک لطافتی دارد که صورت انسان در آن پیدا می شود. اما حیف که خراب شده است، اغلب ستون ها افتاده. از 40 ستون 13 ستون ایستاده است. غیر این امارت 40 ستون یک امارت دیگر است که 100 ستون داشته است، خیلی مفصل. بعد اونجا باز قطع میشه نقطه نقطه. از اینکه انسان می گذرد و به بالای کوه می رود و در آن قله کوه یک دخمه است، اینجا هم بیرونیش با ستون ها ساخته شده. بعد از این ایوان دخمه ایست که اموات را می گذاشتند. دیگر آنکه بر دیوار این امارت صورت ها کنده اند، مجسمه ها از خود کوه در آورده اند. در امارت گشتاس دو طرف پله خیلی عکس ها تراشیده شده و سنگ های امارت بنای گشتاس هر یکی 2 زر طول و عرض دارد. بر دیوارهایش خیلی صورت ها حجاری کرده اند، صورت های پادشاهان و سپاهی که یکی سپر در دست دارد، دیگری نیزه در دست دارد، و همچنین صورت دهقان، صورت اصناف و کسبه. و خط میخی بر دیوار این امارت است. آن خطوط را یک نفر آلمانی توانست بخواند، چون سالهای سال رفت به ایران و زحمت کشید که بخواند، نتوانست. بعد یک ورقه در یونانستان یا یونان پیدا کرد که زیر خط میخی ترجمه آن به خط پهلوی بوده است. به قرینه ی حروفات آن خطوط را میخواند، چون که خط میخی و پهلوی و زن اصلش از آریانی است. اینها هم از یک شاخه هست، با هم نزدیکند. لذا این شخص آلمانی به معاونت این ورقه آن خط میخی تخت جمشید را خواند. خلاصه به خط میخی نوشتند که بانی این امارت کیست. در افواه ناز است که جمشید ساخته است، ولی صحیح نیست. جمشید 5000 سال قبل بود، یک ستون از آن ستون ها را به پاریس آوردند، در موزه گذاشتند و بالای آن ستون 2 سر گاوه است که روی آن امارت را ساختند. فی الحقیقه چه آثار ایران داشته است. عجب تمدنی داشته دول فرس. در روی همون سنگ ها نوشتم که منم داریوش، پادشاه پادشاهان، به معاونت اورامزدا این امارت را ساختم و ممالک ایران و مصر و یونان و هندوستان
و سایر ممالک را که اسمی برد تسخیر نمودن. من این پایان حرف داریوش هستم. برای فهمان حالا ایرانی های این زمان مملکت خود را از آن عظمت به این فقر و مذلت رسوندن و باز در ویرانی مملکت خود میکوشن. واقعا جهل چه میکنن. امیدواریم که دوباره ایران بهتر از اول بشود، در تخت نمتخت جمشید یک مشغل اسکار عظیمی بسازن، مثل همون لوتوسی که در هند هست، این فوان عظیم. تخت جمشید مأمورتر از اول شود و همان اصول قدیم بسازند، یک مشغل اسکار بنا کنند. اما این بنیان که هست باید بر اصل قدیم ساخت، یعنی شالوده هست، باید این جزئیاتش مثل قبل باشه. همانطور ساخت آن را مکمل کرد، به علاوه یک مشغل اسکار تأسیس کرد. باز نقطه بعد انگاه. البته تاق کسرا رو هم میفهمند یک مشغل اسکار اونجا باید ساخته بشه در آینده، و یه دلیلش این هست که یکی از ایادیان امرالله از سفرهاش دقیقا یادم نیست که اون سفری بود که رمس حضرت اعلی رو به عرض اقدس میبردن، به حال اونجا صعود میکنن و دفن میشن و از تبدیل تعهد میفهمند و میفهمند در آینده مشغل اسکار ساخته. دو تا مطلب اینجا میخوام باز بخونم از کتاب انوار هدایت، همون انگلیسیش Light of Guidance، شماره 285-288. انتخابات محافل تمام شده در آوریل، محافل مشغول فعالیت ها هستند و این دو مطلب خیلی لازمه. این مطلب در سالهای 1939 است ولی امرالله و 1945 هم تکرار هم بودن. به دلیلش این است که جناب مهدی سمندری، پسر فرزندی که زنده مونده از جناب ترازالله سمندری عیادی امرالله، در این جلسه میگفتن که جناب علی محمد ورقا بعد از اینکه عیادی امرالله شدن و دیگه عضویت محفل ملی رو نداشتن، البته ظاهرن تا مدتی با اینکه عیادی بودن داشتن، فهمیدن. وقتی من یادم میاد به بعضی از تصمیماتی که ما میگرفتیم دود از سرم بلند میشه. یعنی انسان جایز الخطا است، ولی در دیانت بهائی همه درها، همه ابزار، همه وسائل داده شده که این خطا به حد اقل برسه. و البته هرچقدر ما کامل باشیم میتونیم کامل تر بشیم. و محافل روحانی و اعضای محافل روحانی قابل انتقاد هستند. غیبت نه، غلطه. توی راهروها آشپزخونه حرف زدن غلطه. میفهمم که به احبای راستین و مؤمنین مخلصین، این شماره 285 Light of Guidance یا انوار هدایت، به احبای راستین و مؤمنین مخلصین این حق کاملا عنایت شده که انتقادات خود را خطاب و متوجه به محفل روحانی مطرح نمایند. آنها می توانند آزادانه نظریات خود را درباره رویه ها و عملکردها و یا اعضای منفرد هیئت های منتخبه به محفل روحانی، چه محلی و چه ملی، اظهار و ابراز دارند. اما بعد از آن بایستی بر طبق موازین و اصولی که تاکنون به جهت چنین مسائلی در نظم اداری بهایی وضع مقرر گشته، نظر و تصمیم محفل روحانی را قلباً و کاملاً پذیرفته از آن اطاعت کند. توقیع منیع صادره از جانب حضرت ولی امرالله خطاب به محفل روحانی ملی استرالیا، زولاند نو، 13 می 1945، شماره 288. این مستخرج از مجموعه مکاتی و است ولی امرالله خطاب استرالیا و زولاند نو، صفحه 55. ولی اگه Light of Guidance داشته باشید یا انوار هدایت، شماره 288. فمن نظر به نامه این حتی 6 سال قبل از اون یکی بوده، این یکی نظر به نامه شما محتوی این سوال که آیا مؤمنان دارای چنین حقی هستند که آشکارا انتقاد خود را
نسبت به هر رویه و یا اقدام محفل روحانی ابراز دارن، باید گفته شود که این مسئله نه تنها حق مسلم بلکه مسئولیت حیاتی هر عضو هوشیار و وفادار جامعه است. این کسی که این کارو نکنه، یه چیزی به نظرش میاد نگه، وظیفه‌شو انجام نداده، از هوشیاری و خردش استفاده نکرده، احمقانه رفتار کرده، از وفاداریش علامتی نیست، بی‌وفایی کرده به جامعه، بلکه مسئولیت حیاتی هر عضو هوشیار و وفادار جامعه است که صراحتاً و کاملاً اما با نهایت احترام و ملاحظه کامل نسبت به قدرت و اختیار محفل روحانی هر گونه پیشنهاد، توصیه و یا انتقادی را که وجداناً احساس می‌کند جهت بهبود و علاج بعضی شرایط و مسائل و گرایش‌های موجود در جامعه محلی لازم بتر هست اظهار و ارائه نماید، و همچنین این وظیفه محفل روحانی است که به چنین نظریات و پیشنهادات تسلیم شده توسط هر یک از افراد جامعه توجه دقیق و کافی مبذول نماید. بهترین محل و موقعیت مشخص شده برای حصول این مقصود کجاست؟ تو کوریدوران نیست، ناشپسخونه نیست، وقتی مهمونی میریم نیست، اون همه غلطه، غیبت حساب میشه، دستبندی حساب میشه. بهترین محل و موقعیت مشخص شده برای حصول این مقصود ضیافات 19 روزه است که علاوه بر ابعاد و زمینهای اجتماعی و روحانیش احتیاجات و ضروریات اداری متعدد و متنوع ایرانیز برآورده می کنند که مهمترین آنها نیاز به انتقاد و مشاوره باز و سازنده راجع به اوضاع امور جاریه در داخل جامعه محلی باشد. اما لازم است این امر مجدد تأکید شود که از کلیه انتقادات و مباحثات با خصیصه منفی‌گرایانه که ممکن است منجر به تضعیف مقام و موقعیت و قدرت و اختیار محفل روحانی به عنوان هیئت عالی اجتماع گردد، ما باید کاملا و جدا و قطعی اعتراض خود داریم، زیرا در این صورت نظم امور امر الله به نفسه در مخاطر خواهد افتاد، اختشاش و اختلاف در جامعه غالب و حاکم خواهد شد. توقیع منی صادر از جانب حضرت ولی امر الله، خطابی از عباس 13 دسامبر 1939. یعنی اگه یه ماشینی داره روغن میخواد و احتیاج به سرویس هست، ما نمیگیم همه پیاده شن پیاده میریم، نمیتونیم. محافل روحانی راه حل آینده بشریت تا 1000 ساله، محلی، ملی و به تربیت عدل اعظم. چندی سوال شده از طرق مختلف. یکی پرسیدن که فقط دیانت اسلام نیست که تاریخش تمام شده، چرا فقط در جاهایی که اسلام و حکومت اسلامی هست، یعنی نفوذ شریعت هست، به این شدت؟ جوابش واضحه. ببینید اگه من مثلا تو این اتاق خودم یه دوربین کوداک 100 سال پیشو گذاشتن چون خوش عتیقه است، هیچ اشکالی نداره، مزاحم کسی نیست، ولی من بیام به مردم قول بدم که با این دوربین میخوام عکستون رو بگیرم، اونم عکس عروسیتون که فقط یک بار در زندگی اتفاق میفته، و این دوربین کار نکنه، اشکال اینه که مذاهب مسیحی و یا یهودی و یا بودایی و رحمایی در مسائل اجتماعی به زور، اگه مثال دارو رو داده باشیم، دماغ بچه رو نمیگیرن این دارویی که تاریخش گذشته و سم شده به زور وارد حلقوم کنن. یه چیزی که تاریخ گذشته در اکثر جاها برای خودشون جاست، بعضی دوستان ادامه بدن، وینتش، یه کفشی، یه ماشینی، یه ماشین تحریری، یه چیز متعلق به 200 تا 300 سال، عتیقه، 1000 سال پیش نگه داره، خوشش میاد، دوست داره. یعنی تو مجبور کن همه از این لیوان آب بخورن که معلوم نیست چی بوده توش، یا همه رو مجبور کن که با این تناب کوسیده برن به چاه؟ این تفاوتش همینه. یک قسمت در لوح تهران و ایران هم نوشته بودن که میفهمان اگر از سر نهانی، یعنی مردم ایران، و بلای ناگهانی و خسران مبین که در پی دارند با خبر شوند، فریاد و فغان آغاز کنند، سر به بیابان ها نهند.
با حسرت ها گویند با حسرت ها بلند. باز این مسئله این که جناب مطلبی هم توضیح دادن، مسئله خرد دین، خرد که همون عقل هست، یکی از تعالیم وحایی، تطابق علم و دین و عقل. خرد در واقع خودش منبع اطلاعات نیست، خرد قدرت مقایسه است. مثلا اون آقایی که تشخیص داد بمب، دو تا بمب اتمی رو بندازه رو هیروشیما ناگاساکی، این از خردی که اطلاعاتی که در خردش بوده که همانا ملیت گرایی و قبول کردن بقیه به اینکه هیچ ارزشی ندارند هست. خرد مجموع اطلاعاتی است که ما میذاریم بغل هم و از اون نتیجه گیری میکنیم. این قدرت مقایسه، قدرت تشخیص و منطق. ولی لازم هست که دین و علم، که بدون دین علم میشه مادیگرایی، بدون علم دین میشه خرافات، و این ستا دست به دست هم داده و از کودکی یک مسئله مثل تساوی حقوق زن و مرد، یک مسئله مثل یک نژاد بشر فقط و مسائل دیگر که در مورد هر چی خواستیم تصمیم بگیریم، این اطلاعات رو خرد استفاده کنه و به نتیجه کلی برسه. وقت تمام شد، با عذرخواهی از چند دقیقه تأخیر، و با امید اینکه باز در خدمتتون باشیم در هفته آینده و همون شکل سوالات میتونه به اسکایپ یا فیسبوک یا ایمیل من برام. با تشکر و امید آرزوی خوشبختی و سرور و سلامت برای همه شما در پناه.